بسم الله الرحمن الرحيم برادران و خواهران مسلمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز بخیر با استفاده از وقت ما شما درس پنجم تجوید شریف شروع میکنیم. امید است که درس های گذشته را تکرار کرده باشید. همیشه باید داشته باشیم اگر میخواهیم که یک مضمونی را یک درس را ما شما یاد بگیریم، یعنی استپ با استپ درس های گذشته را باید که تکرار کنیم. اگر درس گذشته را تکرار نکنیم، درس تازه را ما نمیتونیم که به آسانی برداشت کنیم، یعنی یاد بگیریم. به هر صورت باز هم یک مرتبه درس گذشته را ما شما تکرار میکنیم. درس گذشته ما شما درس چهارم تجوید شریف بود. چی را خواندیم در درس چهارم؟ مخارج حروف. مخارج حروف غنوی بود، حلقی بود، لسانی بود، شفوی بود و جوفی بود که ما شما غنوی و حلقی را در درس سوم خواندیم و در درس چهارم مخارج حروف لسانی را که به مخارج حروف لسانی کدام حروف تعلق میگیره، ارتباط میگیره؟ قاف، کاف، جیم، شین، یا، داد، لام، نون، ری و ای حرفهای دیگر. ما از این جمله 9 حروف در درس گذشته خواندیم. مخارج شکه گفتیم قاف از کجا آدا میشه، کاف از کجا آدا میشه و قاف گفتیم که از کدام قسمت دهن ادا میشه، از آخر زبان، پهلوی لحاظ، کوچکک و یا زبانچه ادا میشه. اق اق دیدیم که از این قسمت ادا شد. و کاف کاف ببینیم از پستر از مخرج قاف ادا میشه. اینجا قاف است و از اینجا ما شما کاف ادا میکنیم. اک اک کاف دیدیم قاف از اینجا، کاف از این قسمت. سوم جیم شین یا، جیم شین یا، این 3 حروف تقریبا مخارجش مشابه هست، از یک مخرج تلفظ میشه اما با کمک تفاوت. جیم شین یا، ببینید وقتی که میگیم جیم شین یا، کل از این امیر 3 حروف از یک مخرج تقریبا ادا میشه که از وسط زبان با کمک کام ادا میشه. مثلا اج 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 دیدیم؟ اش اش ای ای. و چهارم داد، داد از پهلوی زبان که به دندانهای طواحین، دواحک، انیاب، رباعی و شروع دندانهای ثنایای بالا و پایین ادا میشه. مثلا اض اض، یک کمی زبان اتلوله میشه. داد ببینیم داد، اض اض. پنجم لام نون و ر از کناره نوک زبان و آخر دندانهای ثنایای بالا ادا میشه. لام لام نون ر، مثلا ال ال. دیدیم نوک زبان، بالای نوک زبان که شروع زبان است در پشت دندانه های ثنایای بالا میخوره. ال لام ل ل. و نون ان ان، ن ن، نو ان. و ر ار ار ار. دیدیم که هر 3 از این حروف تقریبا از یک مخرج ادا میشه. و سوره اخلاص خواندیم یک مرتبه، انشاءالله باز هم براتون تکرار میکنم، باز میریم بخیر در درس پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم تکرار کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اینطور نگوییم که بسم الله الرحمن الرحیم. ما اکثرا از برادرها و خواهرایی که قرآن شریف اینی به تجوید ادا نمیکنن و میشکر میگن بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند قبول میکنه اما بهتر است ورتل القرآن ترتیلا. خداوند میگه شما قرآن به ترتیل بخوانید و بسیار ثواب داره و بسیار لذت داره و خوش آدم میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد،
قل هو الله احد قل ولا نگوین یگان دفعه یگان دوستا میگن قل ولا و احد قل هو الله قل هو الله قل هو الله احد الله الصمد لام پر خوانده میشه لام پر خوانده میشه در درس گذشته ما شما کما که سرش خوانده بودیم که لام حرف جلال است پر خوانده میشه الله الله الصمد صمد صاد صاد زبان خودمون شما اینطور لوله میکنیم صاد فرق بین سین و صاد داشته باشید ببینید سین صاد انشاءالله که در درس امروز ما شما سین و صاد میخوانیم الله الصمد لم یلد ولم یولد لم ببینید لم میم حرکت ندین چون اینجا میم ساکن است لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد انشاءالله حالا بخیر میایم در درس نوم شما که درس پنجم تجوید شریف است درس پنجم تجوید شریف باز هم مخارج حروف لسانی است مخارج حروف لسانی چون حروفاش زیاد است 18 حروف بود 9ش در درس گذشته خواندیم و 9 حروف دیگر در درس امروز میخوانیم انشاءالله که کدام حروف است دال است ت طوی، ذل، فی، ذوی، زی، سین، سین اول دال، تی، طوی این سه حروف هم مثل حروف های گذشته که براتان نشان دادم از یک مخرج از دهن ما شما ادا میشه مخارجش تقریبا مشابه هست ببینید وقتی که میگیم دال، تی، طوی از این یک مخرج تقریبا ادا شد اما با کمک تفاوت کال تفاوت شما و شما تشریح میکنیم که در کدام قسمت فرق داره این سه حروف از نوک زبان و پشت دندانهای ثنایای بالا از نوک زبان و پشت دندانهای ثنایا اینی چهار دندان است دندانهای ثنایای بالا این دندان پیشونی بالا ای از پشت سر عظمی و نوک زبان ادا میشه مثلا اد د د اد 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 الط الط توی کمکی سقیلتر خوانده میشه داد و تی باریک است توی کمی سقیلتر فرق بین تی و توی داشته باشیم وقتی که میگین تی توی توی نگوین توی نگوین زبانتان رو کمکی لوله کنین توی توی ده ای دندانهای رباعی و ای دندانهای رباعی و اونیاب ده ای دود بغل بالا که است دو اینو که این طرف زبان طرف راست طرف چپ زبان ده ای دو دندانها میچسبه ببین طوی طوی زبان به این شکل میشه دال تی طوی مثلا باز به این سه حروف ما شما میاییم دال و تی باریک ادا میشه د اد اد این باریک است تی لبه ها پس میشه و دندان ها معلوم میشه و در وقت ادای حرف توی اطباق میشه وقتی که حرف توی حرف وقتی که تی میگیم زمانی که تی میگیم لبها دور میشه تی تا وقتی که دندانهای ما شما معلوم شوه تی تی اما زمانی که توی میگیم توی حرف اطباق گفته میشه یعنی در وقت ادای حرف توی لبها پیش میاد لبای ما شما پیش گه توی 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 دیدیم؟ آلتو آلتو دو طرف زبان
به دو طرف دندان های بالا می خورد، طرف راست و چپ، و زبان کلوله می شه و لبها پیش می آید. طوی آت انشاءالله که فهمیده شده باشه. و حروف دال و طوی از جمله حروف قلقله هم است. کدام حرفا؟ دال و طوی. در درس دیگه بخیر، در درس های آینده بخیر انشاءالله ما شما قلقله را که باز خواندیم باز میفهمین کدام حرفا ارتباط میگیره به زمانی که حکم قلقله واقع میشه در قرآن کریم، که ما شما باز قلقله میگیریم. قلقله را گفتیم که حرف از مخرجش در خود مخرجش جنبانیدن، یعنی شور دادن، وایبریشن که میگن به انگلیسی، و میشه که از مخرجش خارج نشه. مثلا حق دیدیم، حق این را قلقله میگن. باز انشاءالله در درس های آینده ما شما میخوانیم. و این دو حرف هم از جمله حروف قلقله است. افتم ذال ثی ذو، این سه حروف هم از یک مخرج تقریبا با بسیار کمی تفاوت ادا میشه از نوک زبان و نوک دندان های ثنایا. دندان های ثنایا، خصوصا دندان های ثنایا بالا، بسیار رول داره در تجویر قرآن، در ادا کردن حروف قرآن کریم. بسیار متوجه باشید و ادا میشه که صفت ذال و ثی رقیق است. رقیق یعنی باریک است. صفت ذال و ثی رقیق است یعنی باریک ادا میشه. مثلا ذال، ذال نوک زبان در پشت دندان های ثنایا میخوره، و ثی، ثی این بسیار رقیق خوانده میشه. بازم میگم براتون که فرق بین حروف مشابه هست تقریبا. ز و ذال حروف های مشابه است اما با کمی فرق. ز وقتی که میگین ز، از این قسمت زبان در کام پشت سر دندان های ثنایا میخوره که آوازش باید ز کنه، ز. اما وقتی که ذال میگیم، نوک زبان در پشت دندان های ثنایا میخوره، ذل، زش نمیبره، ذل، ذل، اد. دیدیم؟ و صفت ذوی و ثی رقیق است. و صفت ذوی اطباق یعنی پر میباشد. صفت ذوی پر است. وقتی که ما شما میگیم ذوی، ذوی و چی رقم مثلا؟ ال اف ال ال اف اف او او. وقتی که زوی میگیم صفت ازی پر هست، مثل توی وارد زبان کلوله میشه وای، اما در پشت دندان های ثنایا یعنی تماس میکنن وای. زوی نمیگیم، فکرتان باشه که آواز زیر رو بکشن وای، وای. زفش همی باریکیش گم بشه وای، وای انشاءالله. و زی سین صاد، زی سین صاد از سر نوک زبان و بین دندانهای ثنایای علیا و سفلا، دندانهای ثنایای بالا و پایین ادا میشه، یعنی ادا میشه که صفت زی و سین چی هست؟ باریک هست. صفت زی و سین، ببینید زی سین صاد سی حروف هم از یک مخرج ادا میشه، مخرجشان از یک قسمت تی دهن ادا میشه اما با کمک تفاوت. حالا ما شما میگیم مثلا زیر ادا میکنیم، وقتی که میگیم زی، ز، ز، این قسمت در پشت دندانه های ثنایا میخوره، این قسمت زبان از نوک زبان کمک بالاتر، زی، زی، از، از، از. حتی دندان های ثنایا هم رول داره، از، از، از. متوجه شدید اینجا؟ و سین، از، از، سی، سین، از. و صاد و حروف مذکور را به نام که صفت زی و سین باریک خونده و صفت صاد پر است، به مخاطر
صاد مثل توی واره صفتش مثل ذوی واره پرس صاد 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 اص اص بسیار متوجه باشین که در قرآن کریم خواندن قرآن کریم زمانی که شما مخارج حروف بسیار درست از دهنتان از زبان دندان ها از اون مخرج اصلیش کشیدن قرآن کریم بسیار ساده شما صحت میخوانید قرآن کریم اول کوشش کنید که به مخاطر من مخارج حروف برای شما بسیار کم کم درس میتونم که بتارین برداشت کنین و هر حرف از امو مخرجش باید که ادا کنین و بشناسین بفهمین که مخرج از این حرف در کدام قسمت دهن ما شما است صاد اص و حروف مذکور را به نام حروف صفیر میگن صفیر صاد ف یا ر چرا صفیر میگن به خاطر که آواز پرنده ها را داره آواز پرنده ها را داره شباهت به آواز پرنده ها داره مثلا از اس اس از اس اس ز به آواز چی است زنبور ز اینجا یک مثال داده شده به خاطر که در ذهن من شما بسیار ساده بشنن یعنی وقتی که میگیم ز آواز زنبور داره زنبور که بنگس میکنه چی رقم ای آواز است آواز زنبور است نه به خاطر ز شباهت به آواز زنبور داره و سین به آواز ملخ ملخ شما که شنیده باشین آوازش هم چی رقم آواز داره این رقم آواز میکشه و صاد به آواز مرغابی شباهت داره شما در لب یگان دریا که رفته باشین مرغابی ها که آواز میکشه دیدیم؟ این فقط یک مثال داده شده برای ما شما که به ذهن ما بسیار ساده بشنه وقتی که صاد میگیم مرغابی به یاد بابا که مرغابی ای آواز صاد چی رقم میکشه؟ صاد صاد سین ز انشاءالله که فهمیده شده باشه و میاییم بخیر حروف لسانی و خیر خلاص شد آله ما شما در پایان درس خود سوره مبارکی المسد تبت یده ابی لهب و تب اینه بخیر بین مقع تجویدی که ما شما خواندیم انشاءالله تکرار میکنیم و امیدوار هستیم که بخیر یک ذره کوشش کنیم شما تجوید درس های تجوید بخیر خوب صحیح به ذهنتان داشته باشین که باز ما در میانده بسیار نزدیک انشاءالله کوشش دارم که لایف درس لایف شروع کنیم درس لایف بسیار دوستا علاقه دارم که در درس لایف بخیر ما و شما قرآن کریم از سر الف لام شریف شروع میکنیم همه تو بخیر روز یک صفحه امید است که انشاءالله که بتانیم که در هر درس خود ما و شما یک سفر بخوانیم اگر هفته دو روز لایف ما بیاییم انشاءالله که بسیار برای ما و شما خوب است کوشش کنیم به هر که درس های تجوید زیاد در ذهنتان داشته باشیم اگر از یادتان فراموش میشه برین به مخاطر ما در صفحه یوتیوب انداختیم که برین تکرارش رو ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم خب انشاءالله که ما خواندیم بازم یک تکرار میکنیم و شما از پشت سر ما تکرار کرده برین بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب وتب إذن إجا قلقلة شروع باز انشاءالله در درس های آینده ما شما میخوانیم که بیشتر گفتیم که به حرف چی است قلقله است در درس های آینده ما شما میخوانیم که قلقله چی است باز بخیر در این تو قسمت که شما برسید خود تا میفهمیم که ایره چی رقم باید که قلقله ادا کنیم تیز بر تا تیز بر تا تا به چی داره مشدد است تشدید است ته کتیبه جنگ میخوره وقتی که ته بزبر کتیبه جنگ میخوره ته زبر تا تا
تب 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 اول ساکن جنگ میخوره زمانی که با شما از حرف ب میبرایم ب متحرک میشه حرکت میکنه به چی؟ به کدام علامه حرکت میکنه؟ به علامه زبر تب تب ب تب اول ساکن ب متحرک تب ب زمانی که ب میگیم پیش روی ب چی داریم؟ ت داریم ت ساکن است ت را همراه ت دیگه جنگ میندازیم ب را همراه ت بعدی جنگ میندازیم تب بد تب بد تب بد او نمو قدر شما بیره ادا میکنیم که به مخرجش ادا شود حرکت باید نکنه نگوین که تب بد تب بد تا تب بد چی میگیم؟ تب بد تب بد یا زبر یا دال زبر ده یده میشه وقتی که پیش رویش الف باشه الف مددار یده گفتیم که مد حرف مد به سر هر حرفی که باشه او کشال خوانده میشه یده به این شکل یده دیدیم؟ یده پیش روی الف مددار چی است؟ دیگه الف است که همزه است الف همزه دار است زبردار یده ا این همزه است و این همزه چی داره؟ زبر داره همزه وقتی که زبر داشته باشه چی میشه؟ ا یده ا یده ا بزیر ب بزیر ب بزیر ب یا چی داره؟ ساکن است بی بی ابی 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 یده ابی یده ابی یده ابی لام زبر لا ه زبر ها بی دو زیر بن لا ها لا ها بی دو زیر بن و اینجا چی است؟ واو تشدید است مشدد است شد داره شد به چی داره؟ به زبر داره بی کتیزی چی میخوره؟ جنگ میخوره اینجا را حالت چی است که در سایت بعدی با شما بخیر میخوانیم؟ حالت ادغام است مدغم میشه بی به واو چی میشه؟ مدغم میشه اینه تنوین است ای همراه ازی جنگ میخوره وقتی که بی همراه واو جنگ میخوره لهب لهب بیره که ادا کدیم باز بعد از اینکه آواز بی بر آمد چون حالت تنوین است آواز نون میکشه حرف گفته بودیم که این تنوین دو زبر دو زبر دو زیر دو پیش سر هر حرفی که باشه بعد از اینکه او حرف آوازش میبرایه آواز نون میبرایه بعد از این لهب لهب بیو ای اصلا در حقیقت لهبن میشه لهبن اما پیش رویش چی است؟ حرف ادغام است حرف ادغام واو است مشدد است این تنوین که تزی جنگ میخوره به لهبیو لهبیو بیو دیدیم؟ متوجه شدیم؟ لهبیو و لهبیو ساکن و وقتی که از واو ببرایی حرکت به زبر میتیش لها بیو و تی زبر تا بی تشدید است اینجا و زبر داره و تب با و تب با و تب با لها بیو و تب و تب اما وقتی که در آخر آیت استاد میشیم چی میگیم؟ و تب حرکت نمیده میشه صحیح است نه انشاءالله اینا رو به خیلی در آیت بعدی میریم ما میم زبر ما الف مد داره ما و می اندازه کشال میشه ما ما اغنا امو ها
حالت پیشتر است که ما شما در آیت اول خواندیم ما او الف کتی غین جنگ میخوره او او ما او نون زبر داره یا در سرش الفک است نمیشه او نه ما او نه ما او نه عین زبر ع نون ساکن است و گفتیم که هم یعنی وظیفه جنگ انداز هم داره ساکنه در بعضی جاها عین کتی نون جنگ میخوره و چی؟ با سکون عن عن عنانی 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 عنونی عن دیدید؟ که هیچ حرکت نکرد هی پیش هو عن ها عن ها عن عن ها عن ها بسیار متوجه باشین ساکن است نون عن ها نمیگیم عن و هونه عن ها عن ها میم الف زبر ما ما الف خشک است ما لام پیش لو ما لو هی پیش هو ما لو هو لو هو ببینیم ما چرا میگیم از خاطر که الف داره ما لام پیش لو لو هی پیش هو هو ما لو هو ما لو هو واو زبر وا میم الف زبر ما کاف زبر کا سین زبر سا بی زبر با کسب ما کسب ما کسب چرا ساکن میخوانیم حرف آخر بیره؟ به خاطر که آخر آیت است ما کسب سیسرا نارن ذات لهب سین زبر سا سین زبر سا سین از مخرجش ادا کنیم امروز در درس خواندیم با شما نه سین سین س س س س سین زبر سا یا زبر یا سا یا سا یا سا یا صاد صاد چی است؟ صاد ساکن است سیاس گفتیم که آواز صاد آواز چی داره؟ آواز یعنی شکل آواز مرغابی است سیاس 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 و سین گفتیم که شکل آواز چیز داره ببخشید ملخه سا سین سیاس سیاس لا ایلام است زبر داره سیاس لا چون اینجا یا الف داره لا میشه اگه نیست سیاس لا میشه اما پیشروش الف است که تلف که جنگ میخوره سیاس لا سا سیاس لا نون الف زبر نا نا ری الف دو زبر رن اینجا هم تنوین است نه؟ بعد از اینکه ری را آوازش میکشیم آواز نون باید برای بعد از آواز ری آواز نون به خاطر که تنوین است نارن نارن چون زبر برای نارن نارن ذا 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 زبر ذا پیشروش الف است ذا تی زبر تا ذات لام زبر لا هی زبر ها بی دو زیر بن لها بن لها بن اینا با وقتی که میخوانیم داخل آیت استاد میشیم چی میگیم؟ ذات لهب ذات لهب ساکن میخوانیش بن نمیگی لهب واو متوجه باشید که زمانی که اگر میخواهیم که این آیت قبلی این ب همراه واو که آیت بعدی جنگ بخوره چی میگیم؟ این را میخواهیم که بیو این همراه از این ادغام میشه مدغم میشه بیو و مخاطر اینجا شد وقتی که داره اما حرف واو چون باز دست گذاشته آینده بخیر میخوانیم حرف واو حروف از یکی از حروف ادغام است وقتی که پیش از حروف ادغام تنوین باشن نون ساکن و تنوین باشن انشاءالله در درس بعدی براتون بسترشه میکنم حالت ادغام واقع میشه اینجا تنوین است پیش از واو به مخاطر
لا وقتی که گرمی خواهید که وصل کنید دویتا لها بیو لها بیو بی با بی با با وام چی میشه؟ مدغم میشه ادغام میشه لها بیو دیدید؟ وقتی که گرمی خواهیم آیت قبلی که ایتی آیت ما بعد چی شود؟ وصل خوانده شود اینا لما شما میریم بخواهیم در دمید لها لام زبر لحی زبر ها بین دوزیر بین لها بین اما ما وقتی که استاد بشیم میگیم لها بر واو زبر و واو که تیمیم جنگ بخور الف خشک است وام 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 ری زبر را وام را اینجا حمزه است الف حمزه دار است ا وام را ا تی پیش تو هی پیش ها وام را اتو هو وام را اتو هو ببینید میم ساکن است که وام حرکت نکنه میم وام را اتو هو حی زبر ها کتی میم همراه میم جمع میخوره هم هم میشه هم وقتی که هم گفتیم جمع خورد ساکن اما زمانی که از میم میبرایم از حرف میم میبرایم چی میکنیم حرکت میتیمش به چی به فتحه به زبر هم بشینیش الف است هم کشالم میشه هم لام زبر لا تی زبر تا لتا هم لتا هم لتا هم لتا تی کتی لام جنگ میخوره اینجا حرف ساکن و حرف جنگ انداز است یه الف خشک است تی کتی ازی جنگ میخوره همراه ازی جنگ میخوره تل تل حی زبر ح توی زبر تا بی زیر بی حمالة الحطب حمالة الحطب توی از مخرج شدا کنیم خوانده بریم درس درسی که داشته توی اط طل حطب 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 نگوین حمالة الحطب حمالة الحطب نیست حمالة الحطب حمالة الحطب دیدیم؟ اینجا حطاب ساکن استاد میشیم به خاطر که آخر آیت شریف است فی فی زیر فی یا که همراه یا جنگ میخوره فی فی جیم همراه یا جنگ میخوره جی ده دال زیر ده جد فی فی جی ده فی جی ده فی جی ده هی علم زبرها فی جی ده ها هی امرای بی جنگ میخوره ها امرای بی که جنگ میخوره حب حب لام دو پیش دن حب لون حب لون بعد از اینکه لام میگیم حبل میگیم حالت تنوین است حب لون اما بعد از چی است میم مشدد و تشدید است و این امرای از جنگ میخوره به مخاطر چی میگیم حب لام لام کتی همراه میم جنگ میخوره حبلم همراه میم جنگ خورد اما وقتی که از میم میبراییم حرکت میکنیم به چی حرکت میکنیم؟ به زیر حرکت میکنیم حبلم حبلم میم گفته بودیم که زمانی که بعد از نون ساکن حالت تشدید میاید دو وقت این نون ساکن ادا نمیشه میم میم راست هم راستن همراه میم میم مشدد تشدید دار جنگ میخوره ان شاء الله باز دست های بعدی یعنی حالا تذیر با شما میخوانیم از این قسمت میم 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 سین زبر سا دال دو زیر دن مسدن میم مسدن میم کشال هم میشه به می اندازه میم مسدن میم مسدن اما میگیم مسد چرا؟ آخر آیت است تنوین اظهار نمی کنیم میم مسد آره بخیر سوره
تبت یدا را بخیر ما میخوانم شما از پشت سر ما تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. تبت یدا ابی لهب و تب. ما کشال میشه به خاطر که مال است. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. سيصلى نارا نارا ذا رس فكرة المشا نارا ذات الهتاب نيس ذا نارا ذات لهب. سيصلى صاد از مخرجش ادا کردین. حالا وقتی است که شما باید مخارج حروف همونطور که خواندیم باید ادا کرده بریم. در وقت تلاوت قرآن کریم باید مخارج حروف ادا کنیم دیگه، اگر نه باز چی فایده از این تجوید ما شما. سیصلا نارا ذات لهب. سیصلا نارا ذات لهب. و امرأته ببینید و امرأته واو امرأی من جنگ میخره. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل حبل. إنه مين ده زكاة شعر بيشينجا؟ يتسمع؟ حبل من اینجا هم کشال میشه. حبل من مسد. فی جیدها حبل من مسد. یک مرتبه دیگه ما میخوانم، یک مرتبه شما از پشت سر من بخیر تکرار کنین، انشالله باز درس ما شما خاتمه میفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. متوجه شدید انشاءالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درس امیدوار هستم که فراموش نکنین، تکرار کنین انشاءالله. درس چهارم تکرار کنین، درس سوم، درس دوم که زنجیر است. سلسله تجوید قرآن کریم مثل زنجیر و هرسی که به دیگر ربط داره. انشاءالله امیدوار هستم که برای درس آینده آماده باشین که و حیات باقی بود. انشاءالله هفته آینده درس ششم خدمتتان میندازیم. جزاک الله خیر.